درود، خوشگله من، حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر انرژی باشید. من ریپر هستم و دلی دوستتون دارم بچه ها، خیلی دلی. همینجوری که داریم میبینید دلی، اینجوری که میبینید دوستتون داشته باشم، احتمال داره زخمی بشین، یا ما زخمی بشیم یا شما زخمی بشین دیگه. نبرد نشه بچه ها، یکی باید سری بکشه پایین. چیزه روبوسی ها میگم بچه، سری باید روبوسی کنیم، با هم دوست داشته باشیم، همون محبت. اینجوری همینجوری اینجوری رفاقت نیست، نه تو بازی آقا، بزن بزن اصلا نباید شخصی بشه. ببین بچه ها، یه چی بهتون بگم، کلا هیچ چیزی تو زندگی زیاد شخصیش نکنید، زیاد به دل نگیرید، زیاد خودتون رو عصبی نکنید. برای هر چیزی بذار بره دیگه، زندگی میره، زمان داره میگذره، پس فردا میفتیم میمیریم دیگه، چرا اینقدر همه چی جدی میگیرید؟ تو درود، خوشگله من، باز اومدم بعد دو روز. بهتون قول داده بودم که نارضم خدمتتون، میون مسافرت ها ویدیو بذارم. آلکاترازم که این هفته باید باشه، یه هفته کامل آلکاترازم مشغول بازیم، چند میام تقریبا یه ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، تهش دو ساعت بازی میکنم دیگه ویدیو ها رو، ولی کامل براتون، هم استوری میذارم توی اینستاگرام، هم توی یوتیوب شورت ویدیو میذارم، ولی تا جایی که میتونی توی یوتیوب بچه حمایت کنید، چون یوتیوب خیلی ارزشش بیشتره. بعد یه سری اتفاقا افتاده که الان راجبش میخوام باهاتون حرف بزنم، اینکه متاسفانه اتفاق افتاده، نمیدونم حالا چرا. حالا من قبل اینکه پیج درگیری رو هم داشته باشیم بچه‌ها، قشنگ اصلا بیشتر این ویدیو فکر کنم 99% این ویدیو با SMG باشه، کمتر با شاتگان بازی کردم، چون میدونم شاتگان دیگه کم کم احساس میکنم خیلی خوششون نمیاد از شاتگان، چون با یه تیر میندازی طرف و هر جلوس شاتگان پلیر هم، کسایی که با شاتگان هم بازی میکنن نگاه اصلا حرکات داشته باش عشق کن. حالا این حرکات همه میتونن انجام بدن. بی خود و بی جد دارم خودم تعریف میکنم. آقا در مورد اینستاگرام، دلیل اینکه تو اینستاگرام فکر کنم یه 40,000 نفر باشیم، ولی به خاطر اینکه یه سری اتفاقا افتاده، اتفاقاتی که خیلی خیلی راجبش حرف نزدن، الگوریتم اینستاگرام یه جوری عوض شده، عوض شدنش هم یه جوریه که به نفع بچه‌هایی که پیج صفحه کال آف دیوتی یا PUBG یا وارزون اینا دارن نیست. چجوری؟ مثل اینکه اینستاگرام نمیتونه تشخیص بده اینکه مثلا این محتوا ممکنه آزاردهنده باشه برای بچه یا نه، فکر میکنه محتوا خشنه. حالا خودشون اینجوری میگن، ولی من بهتون میگم داستان چیه، اصل کار یه چیز دیگه است. اصل کار اینه که اینا، حالا چیزی که رسمی خودشون میگن و بهتون میگم، بعدش میگم اصل کار چیه. خودشون میگن که آقا این محتوا خشنه برای بچه، در حالی که اصلا کلن اینستاگرام برای سنینه، اصلا برای بچه نیست اصلا اینستاگرام، بعد سنت بالای 17-18 سال باشه فکر کنم که بتونی اصلا اینستاگرام نصب کنی، یا اگه که زیر 18 ساله باید مثلا والدینت نظارت داشته باشن به خود اینستاگرام. و برای همین بازی هم کال آف هم وقتی که میخوایی دانلودش کنی نوشته که این بازی اصلا برای زیر 17 سال نیست. طبعا پس هیچ کدوم این پلتفرما جوری نیست که مثلا آزاردهنده باشه محتواش. بعد اینکه این بازی واقعی نیست که، الان مثلا تو اینستاگرام محتوای MMA هست، محتوای کیک بوکسینگ هست، اینا همشون مثلا شکستگی و فلان و آسیب جسمی توشه، ولی اینا خیلی راحت میرن توی اکسپلور، خیلی راحت پخش میشن برای همه. ولی برای مثلا صفحه های اینجوری شوتینگ یا تیراندازی اینا اینجوری شده دیگه مهم نیست که چقدر مثلا مخاطب واقعی داشته باشی و چه میدونم فلان طرفدار داشته باشی، داستانا پستا دیگه توی اکسپلور نمیره. وقتی هم که پستا توی اکسپلور نره یا همون صفحه جستجو یا آرزم خدمتتون دیگه، اون شخصی که کارو کاسبی میکنه، حالا برای من شاید درآمد نداشته باشه که، ولی برای کسی که مثلا درآمد داره و توی ایران زندگی میکنه، خب طبعا این درآمد خیلی اهمیت داره، توی ایران همه چی گرونه و فلان، اومده طرف یه کار کاسبی داشته باشه، حالا برای ما مثلا وقت میذاریم دو ساعت یه پولی برگرده اشکال نداره، مثلا در نمیخوایم که پولدار بشیم، ولی در مثلا هزینه‌ای که آدم میکنه برای این تفنگا و چه میدونم یه چیزای در بیاد فقط دیگه، اینستاگرام جوابگو نیست برای این افراد. حالا داستانی که اتفاق افتاده چیه؟ داستانی که اتفاق افتاده اینه که تیک تاک، پیشرفت تیک تاک رو می‌بینید، ویدیوهایی که توی تیک تاک هستن ویوش خیلی، بازدیدش خیلی بیشتر از ویدیوهایی که توی اینستاگرام گذاشته میشه. بعد تعامل مردم توی تیک تاک خیلی، حالا توی ایران بند شده، تعامل مردم
با همدیگه خیلی راحت تره توی تیک تاک تا اینستاگرام. اینستاگرام برای اینکه تو کورس رقابت بمونه مجبور شات ها رو داشته باش. خوشگل من این اطلاعات رو بهتون میگم، شاید برای کسایی که دوست دارن پیجمش بزنن یا مثلا یه اطلاعاتی که در مورد الگوریتم اینستاگرام. خلاصه سعی میکنم کوتاش کنم بچه ها. اینستاگرام داره کپی میکنه سیستم الگوریتم تیک تاک و تیک تاک هم اول اینجوری بود. برای همین کسایی که مثلا خودنمایی میکنن، تصویرشون بیشتر توی مثلا محتوا مثلا بیشتر بر اساس ظاهر شکل فرم، مثلا دخترایی که مثلا خودشون نشون بدن یا پسرایی که بدن هیکلشون نشون بدن بیشتر توی اکسپلور میره. تیک تاک هم اینجوری بود، شخصی سازی نشد و قشنگ. الان مثلا تیک تاک عوض شده، بهتر شده. مثلا شما به کالاف علاقه داری، فقط برات پوستر کالاف میذاره. به پزشکی علاقه داری، پوستر پزشکی برات میفرسته. اینستاگرام این داستان نداره، چون داره اون سیستم رو از اول داره پیاده میکنه و همین باعث میشه که تقریبا یه شاید یه سال دیگه هم همین داستان باشه و پستای کالاف نرن. خلاصه بچه ها من ویدیو فردا شاید بذارم، باز بیشتر حرف میزنیم در مورد مسافرت و اینا. این ویدیو رو حتما لایک کنید، سعی کنید که توی یوتیوب بیشتر منو حمایت کنید که بیشتر وقت بذارم در مورد عرضم خدمتتون که ویدیوهایی که ساخته بودم در مورد مسافرت و حرفایی که قرار بزنم و نمیشه همشو توی ویدیو. هر روز راجع به این موضوع حرف میزنیم، راجع به اینستاگرام حرف زدیم، فردا یه چیز دیگه. سعی میکنم که اطلاعاتمو در هر صورت در اختیارتون بذارم. عشقای من چیدمانم که فکر کنم چیدمانا رو گذاشتم و تفنگای جدید استفاده نکردم. احتمالا امشب برم با یه تفنگ جدید بازی کنم. حتما ویدیو بعدی میذارمش. عشقای من این بچه ها ویدیو رو حتما لایک کنید، یه ماچم توی کامنت ها بهم بدید، اگه ندادیم که دمتون گرمه. من دیگه مرخص بشم از حضورتون. بازی تموم شد، امیدوارم که هایلایت ها رو دوست داشته بوده باشین. عشقای من این، دوستتون دارم.